این مریخ نورد جدید هست که باید بره بالا که روز بعد از تانکسگیوینگ یعنی توی آمریکا میشه 25 نوامبر این به فضا فرستاده میشه. اسم این هست Mars Science Laboratory یا MSL، ولی اسمی که بهش داده شده Curiosity هست. نیروی برقی MSL توسط صفحه های آفتابی نیست، بلکه توسط این نیروی اتمی هست، ریاکتور اتمی هست. یک دونه تقریباً گردن داره، چشمش اون بالا هست و اونجا دو تا چیز داریم. یکی این که میتونه بچرخه، سرشو بچرخونه و اطرافو نگاه بکنه، و در ضمن یک دونه لیزر هم داریم که از اونجا شوت میکنیم. این لیزر میره به سنگهای مختلف که میخوره، اونا رو پودر میکنه و از اون پلازمایی که به وجود میاد روی سر این ما یه دونه تیف سنج داریم که موقعی که نگاه میکنه به اون پلازمایی که از سنگ به خاطر لیزر اومده بیرون، میتونه بفهمه که چه نوع مینرال هایی توی اون سنگ وجود داره. دلیلی که ما اونو میخوایم نگاه بکنیم اینه که جیولوژیست ها میتونن بفهمن اون موادی که توی سنگ هست، میتونن بفهمن که صدها میلیون سال پیش که اون سنگ به وجود اومده آیا مثلا آبم اونجا وجود داشته که این مینرال های به خصوص توی اون سنگ هست یا نه. این اینجا اینی که جلوشو داریم میبینین این دست کیوریاسیتی هست. الان دستش فول هست، این قسمت اینجا این آرنجشه و اون قسمت شونش هست و مچش هم الان اون چیزها رو گرفته. و ما دو نوع اینسترومنت داریم توی کیوریاسیتی. مال سپیت و آپرچونیتی فقط این بود که میرفت خودشو وصل میکرد به سنگ، یعنی تماس پیدا میکرد با سنگ و میجرمنت ها رو میگره. این میتونه یک مقدار از سنگ رو برداره. توی داخل خود اسپریت ما دو سه تا لابراتوار داریم، این میتونه اونو برداره پودر بکنه، درست مثل این کاری که شما توی آزمایشگاه میکنین، آب بهش اضافه میکنین و غیره و حلش میکنین و بعد میبینین که چه چیزهایی داره. این کارها رو خواهد کرد که البته اون نمیتونه.